چه انتظاراتی میتوانید پس از مصاحبه پناهندگی خود داشته باشید؟ حکومت بر مبنای پالیسی خودش برای درخواست برای درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها باید در خلال 150 روز پس از دریافت درخواست یک تصمیم در مورد پناهندگی شما اتخاذ نماید. این تصمیم توسط ایمیل ارسال می‌گردد. مددکار اسکان مجدد شما این تصمیم را با شما شریک خواهد ساخت. اگر درخواست شما تایید گردد، شما یک نامه تاییدی و یک سند I-94 و تاپه پناهندگی دریافت خواهد کرد. این سند رسمی وضعیت پناهندگی شما است. از این رو بسیار مهم است تا از آن یک کاپی گرفته و اصلی آن را در یک محل محفوظ نگه دارید. پس از اینکه پناهندگی برای شما عطا شد، شما می توانید برای همسر، فرزندان خردسال خود که سن آنها کمتر از 21 سال باشد، درخواست دهید تا آنها نیز به شما در ایالات متحده ملحق شوند. اگر علاقه دارید این پروسه را آغاز کنید، لطفاً با مددکار اسکان مجدد خود به تماس شوید. متخصصین حقوقی در پروسه یک جا شدن خانواده تان با شما همکاری خواهند کرد. پس از گذشت یک سال و یک روز از وضعیت پناهندگی تان، شما می توانید برای اسکان دائم در ایالات متحده درخواست دهید. این مرحله مهم است در سفر پناهندگی شما است، چون به شما اجازه می دهد تا به طور دائم در ایالات متحده زندگی نمایید و مزایای بیشتری دسترسی. بر علاوه اگر خوش دارید شهروند ایالات متحده شوید، این پروسه را برای کسب شهروندی ایالات متحده هموار می سازد. باز هم باید یادآوری شود که متخصصین حقوقی جلساتی را با شما خواهند داشت. با در وقت مشخص شده به شما در راستای درخواست شهروندی دائمی کمک نمایند. از این رو لطفاً شماره موبایل، آدرس و ایمیل آدرس خود را همواره با نهادهایی که در راستای اسکان مجدد با شما همکاری می کنند شریک سازید. اگر درخواست پناهندگی شما تایید نشود، یکی از دو حالت ممکن است رخ دهد. اولاً اگر دوسیه شما به دلیل وابستگی به طالبان رد شده باشد، ممکن است تا زمانی که معافیت در دسترس قرار بگیرد نگه داشته باشید. در این حالت شما می توانید در جریان اینکه قضیه شما در حال تعلیق قرار دارد به طور قانونی در ایالات متحده کار و زندگی کنید. قضیه پناهندگی شما ممکن است به محکمه پناهندگی در دیترویت فرستاده شود و در اینجا قاضی پناهندگی دوباره به گواهی شما گوش می دهد و تصمیم می گیرد که آیا شما واجد شرایط پناهندگی هستید یا خیر. به این پروسه پناهندگی دفاعی گفته می شود. در هر حالت این پروسه به معنای رد درخواست پناهندگی شما نیست. این پروسه فقط به این معنی است که حکومت نیاز دارد تا معلومات بیشتری به دست آورد یا هم یک کارمند دیگر ایالات متحده قضیه شما را بررسی نماید.